بهشت. رسیدم، الان هدفم اینه که برسم به آلمان و اینکه دنبال الان قاچاقبری هستم که بتونه منو برسونه به آلمان. اینجا میکسالیشته، مرکز پناهندگی در بلگراد، پایتخت صربستان. شهریور سال 1396 دولت صربستان اعلام کرد شهروندان ایرانی میتونن بدون روادید وارد این کشور بشن. این خبر باعث هجوم ایرانی ها از این مسیر تازه باز شده به سمت اروپا شد. اونها یا در این کشور تقاضای پناهندگی میدادن یا از اون به عنوان پلی برای رسیدن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا استفاده میکردن. رسیم لیجی که وزیر گردشگری صربستان میگه در هفت ماه نخست لغو روادید 15855 ایرانی وارد صربستان شدند. بیش از 1500 نفر از اونها تقاضای پناهندگی دادن و روشن نیست چه تعدادشون به اتحادیه اروپا رسیدن. چنین شد که در مهر 1397 دولت صربستان طی اطلاعیه این امکان را به دلیل سوء استفاده مسافرها لغو کرد. بعد از آن خبری مبنی بر باز شدن مرزهای کرواسی بین پناهندگان پیچید. این خبر دروغی باعث شد صدها پناهجوی ایرانی در مرزهای صربستان برای ورود به کرواسی تجمع کنند که در نهایت اونها با ضرب و شتم و محاصره پلیس مواجه شدند. با اینکه بعد از این وقایع سفیر صربستان در تهران از ایجاد کمپ‌های پناهندگان برای ایرانیان خبر داد، ولی گزارش‌های تصویری حاکی از اونه که این کمپ‌ها وضعیت بسیار اسفناکی داره. با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، موج مهاجرت‌های بزرگ شهروندان آغاز شد. اولین مهاجران یا جایی برای خود در ایران دگرگون شده و سیاست‌های حکومت جدید نمی‌دیدند، یا به خاطر شغل، سمت یا حرفه‌ای که قبل از انقلاب داشتن در خطر بازداشت و حتی اعدام بودند. بعدها دلایل دیگری مانند سرکوب دگرندیشان، جنگ و معضلات اجتماعی هم به دلایل مهاجرت اضافه شد. در سالهای اخیر با ضعیف شدن تدریجی اقتصاد در ایران، دلایل اقتصادی و معیشتی هم به یکی از انگیزه های بزرگ برای خروج از کشور و پیدا کردن افق بهتر برای زندگی تبدیل شد. جواد قوام شهیدی، دبیر شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، در سال 1393 اعلام کرد 5 تا 6 میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند. این یعنی 7% از جمعیت کل کشور. آمارهای رسمی کشورهای مقصد ایرانی ها از تعداد پناهندگان ایرانی بعضاً اختلاف فاحشی با هم دارند. دلایل متعددی در این زمینه مؤثره. از جمله دو تابعیتی بودن، نگرفتن شناسنامه ایرانی برای فرزندان نسل دوم و سوم، مهاجرت های دو یا چند باره بین کشورها، اعلام تابعیت غیر ایرانی از سوی مهاجر، عدم ثبت دقیق و موارد نامشخص دیگه. بخش بزرگی از این مهاجران برای اقامت در کشورهای دیگه چاره‌ای جز پناهندگی ندارن و سختی‌های زیادی رو پشت سر می‌ذارن. اونها قبل از ورود به این مسیر کم و بیش با مشکلات راه آشنا هستند، چون اکثرا دوست، آشنا یا بستگانی با سرنوشت مشابه خودشون در خارج از کشور دارن که از تجربیات اونها استفاده می‌کنن. جوانایی که باید آینده ساز ایران باشن، آینده‌ای برای خود در کشورشون نمی‌بینن و کوچ از کشور با تمام سختی‌ها رو به عنوان تنها روزنه برای رسیدن به سرنوشتی بهتر انتخاب می‌کنن. در حال حاضر شمار زیادی از ایرانیان در کشورهای مختلف مانند ترکیه و عراق بلا تکلیف و آواره به دنبال راهی برای رسیدن به کشور مقصدشون هستند. با این وجود ورود به این برزخ و رسیدن به بهشت موعود رو به موندن در دوزخ ترجیح میدن.